دیکتاتور سابق کره شمالی ترس شدیدی از پرواز به هواپیما داشته. اون بیشتر سفرهاشو با قطارهای نظامی طی می‌کرد و حتی برای دیدن گورباچوف رهبر شوروی هم با قطار نزد اون میره. دیپلمات سوئدی به نام اینگورف در دیداری که با رهبر کره داشته زخمی رو روی پیشونیش مشاهده می‌کنه. این زخم طی حادثه هوایی هنگام سفر با هلیکوپتر در سال 1975 میلادی روی سر کیم یونگ نقش بسته بود و بعد از اون تا آخر عمر ترس شدید از پرواز دست از سر اون بر نمی داره. البته حادثه هوایی دیگه هم در سال 1982 میلادی رخ میده که طی اون 17 تن به همراه خلبان مخصوص کیم پس از انفجار ناگهانی هواپیمایشون کشته میشن و این حادثه ترس اون رو عمیق‌تر میکنه. گفته میشه پدرش کیم ایل سونگ هم فوبیای شدیدی از پرواز داشته، ولی انگار این ترس به رهبر جدید کره کیم یونگ اون منتقل نمیشه و اون به شدت به پرواز علاقه داره. سوتونیوس مورخ رومی در کتاب خودش آورده که آگوستوس سزار بنیانگذار امپراتوری روم نیمه شب هنگامی که به سمت قصر خودش در حرکت بود از رعد و برق مهیبی جون سالم به در میبره، ولی بعدی که جلوش در حرکت بود کشته میشه. این ترس سزار رو وامی داره تا معبد جوپیتر رو برای دوری جستن از عذاب خدایان بسازه، ولی دیگه هیچگاه نتونست بر ترس خودش از رعد و برق غلبه بکنه و خاطره مرگ اون برده رو هیچ موقع نتونست از یاد ببره. دیکتاتور سابق لیبی ترس عجیبی از آسمون خراش داشته. اطلاعات محرمانه‌ای که توسط ویکیلیکس افشا میشه نشون میده که معمر قذافی هنگام سفر به آمریکا همیشه در طبقه اول هتلی که براش در نظر میگرفتن مستقر میشده و همواره از اقامت در طبقات بالایی هتل و ساختمونها حراس بسیاری داشته. البته میگن معمر قذافی از پروازهای طولانی بر فراز دریا هم بسیار میترسیده و مسئولان لیبیایی همیشه طوری برنامه‌ریزی میکردن تا حداقل زمان ممکن رو روی دریاها پرواز بکنن یا برای برگشت از آمریکا بخشی از مسیر رو با کشتی بیان. خیلی عجیبه که فردی مثل هیتلر که مثل آب خوردن دستور کشتار صادر میکرد از دندون پزشکی هراس داشته باشه. در کتابی که در سال 2009 میلادی با نام دندان پزشک شیطان به چاپ رسید نوشته که هیتلر با اینکه از مشکل شدید دهان و دندان رنج می برد ولی حاضر نبود زیر دست دندان پزشکان بره. حتی یه بار به موسولینی گفته بود حاضر چند تا از دندونهاش از دست بده ولی زیر دست دندان پزشکان نره. جالبتر این که هرمان گورینگ هم اونقدر از دندون پزشکا میترسید که قبل از رفتن روی صندلی دندون پزشکی کلی گریه و زاری میکرد. باورتون میشه؟ اگرچه روزولت شخصا معتقد بود تنها چیزی که باید ازش ترسید خود ترسه، ولی ترس از آتیش تا آخر عمر اون رو آزار میداد. زمانی که روزولت سن کمی داشت خالش رو در حال سوختن دید و این صحنه برای همیشه ترس شدیدی از آتیش رو درونش روشن میکرد، تا حدی که حتی در زمان ریاست جمهوریش هم حاضر نبود موقع خواب در اتاقش رو ببنده. در واقع حاضر بود سوء قصد به جان خودش رو بپذیره ولی در آتیش نسوزه. هنری هشتم ترس شدیدی از بیمار شدن داشت و اسم مریضی هایی که به گوشش میرسید لرزه به اندامش میداد. البته این مسئله عجیبی نیست و بیشتر انسان‌ها از بیمار شدن گریزانند. وقتی در سال 1528 میلادی تا اون در لندن شیوع پیدا می‌کنه، پادشاه به همراه همسرش آمبولین از پایتخت خارج می‌شد و هر شب در یک خونه به سر می‌بردند تا بیماری گریبانشون رو نگیره و تا اون اونها رو از پا در نیاره. خب دوستان، امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. در آخر ممنون میشم برای حمایت از من کانال رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنتاتونم باعث انرژی میشه. مثل همیشه مرسی، ممنون و خداحافظ.